خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. در زمانی که جمشید پادشاه ایران بود، در همسایگی ایران، در سرزمین تازیان، نیک مردی آرام و گرانمایه زندگی می کرد، مرداس نام، که حاکم عادل و دست و دلباز دیار خود بود. مرداس پسری داشت ضحاک نام، که بر خلاف پدر جوانی سبکسر و تیز خشم و تاریک دل بود. روزی از روزها شیطان در چهره مردی نیکخواه بر ضحاک نمایان شد و از دوستی با او سخنان شیرین و دلنشین بسیار گفت. چنان بود که ابلیس روزی بگاه بیامد به سان یکی نیک خواه. دل پورش از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. شیطان گفت اگر پیمان ببندی که سر از گفته های من برنتابی، چنان کنم که شادکامتر از تو در جهان کس نباشد. ضحاک سوگند خورد آن کند که او گوید. شیطان ادامه داد پدرت پیر و فرتوت شده و آفتاب عمرش لب بام رسیده است. نیک باشد که او را از میان برداری و خود بر جایش بر تخت بنشینی. ضحاک ترسان گفت پدر کشتن کاری شایسته نباشد. شیطان گفت مگر سوگند نخوردی که سر از سخنان من نپیچی؟ آنگاه چنان سخنان افسونبار گفت که ضحاک رام شد و گفت چه کنم؟ بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را. تو در کار خاموش می باش و پس، نیاید مرا یاری از هیچ کس. شبنگام ضحاک به راهنمایی شیطان با دست خود در راه روی باغ دلگشای پدر چاهی ژرف کند و شیطان روی آن را با خاک پوشاند. در انتهای شب که پدر برای نیایش از خواب برخاست و به باغ آمد، به ناگاه در چاه افتاد و درگذشت. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدستم این داستان. که فرزند بد گر بود نر شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. بدین گونه ضحاک جای پدر بر تخت شاهی نشست و افسر تازیان بر سر نهاد. شیطان خندان بر او نمایان شد و گفت دیدی چگونه آسان تو را بر تخت شاهی نشاندم؟ اگر همچنان سر از پیمان نپیچی، چنان کنم که سراسر جهان زیر فرمان تو آید. شیطان بعد از مدتی خود را به چهره جوانی زیبا روی و سخنور در آورد و به درگاه ضحاک آمد، زمین را بوسید و گفت من آشپزی هنرور و ماهرم، اگر شاه ضحاک مرا به خدمت بپذیرد، هر روز خوراکی های تازه آماده سازم که شاه را خوش آید. ضحاک را خوش آمد و او را به خدمت گرفت. شیطان در نخستین روز از زرده تخم مرغ خوراکی نیکو آماده ساخت و به طبع شاه خوشگوار آمد و بر او آفرین گفت. روز دیگر از گوشت کبک و قرقاول خورشی ساخت و سومین روز سفره شاه را به گوشت مرغ و بره آراست. این خورش های گوناگون به طبع شاه تازیان سخت خوش آمد. ضحاک به شیطان گفت
میخواهم به پاداش این هنرمندی و استادی بزرگترین آرزوی تو را برآورده سازم. شیطان گفت: آرزوی بزرگی از شاه دارم و اکنون که شاه فرموده است از دل بر زبان میآورم. میخواهم که شاه اجازه دهد دو کتفش را ببوسم و چشم و رویم بر آن بمالم. چو ضحاک بشنید گفتار او، نهانی ندانست بازار او. بدو گفت: دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. ضحاک فرمان داد که این کام دل شیطان برآورده شود. شیطان بر دو کتف عریان شاه بوسه زد و ناگهان با خنده‌ای خوفناک از جلوی چشم شاه و مردان او گویی از صحنه زمین ناپدید گشت. هنوز مردان شاه از این شگفتی بیرون نیامده بودند که ناگهان دو مار سیاه از کتف‌های شاه سر بیرون آوردند. مردان و پزشکان و دانشمندان دربار ضحاک به دور شاه ریختند تا این بلا را چاره کنند، ولی همه تلاش آنها بیهوده ماند، چون وقتی دو مار را از کتف‌های شاه می‌بریدند، باز دوباره دو مار دیگر سر بر می‌آوردند. پس از چندی که ضحاک ماردوش در درد و پریشانی ماند، روزی شیطان در شکل و جامه پزشکی پیر به بارگاه او آمد و گفت که میتواند بهبودی شاه را بازگرداند. به او بار داده شد. ضحاک را معاینه کرد و گفت: متاسفانه وجود مارها بر کتف‌های شاه ماندنی و لاعلاج است. چون مارها روز به روز به علت گرسنگی وحشیتر و خطرناکتر می شدند، شیطان تجویز کرد که دوای ضحاک بجز مغز سر مردم نیست. باید هر روز دو نفر را بکشند و مغز آنان را به خورد مارها بدهند تا شاید احتمالاً مارها بدین ترتیب رفته رفته پیر و ضعیف شوند و از بین بروند. به جز مغز مردم مدشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. با تغذیه روزانه و سیر شدن شکم مارها، ضحاک توانست با آسایش و نشاط به عیش و نوش بپردازد و عمر طولانی داشته باشد. ضحاک ماردوش به فکر تسخیر بلاد دیگر افتاد و به مقر پادشاهی شاه ایران حمله ور گشت و جمشید شاه را شکست داد و دولت و بزرگی و دیهیم و تخت و سپاه او را بگرفت. جمشید شاه فراری شد و ضحاک خود را شاه جهان اعلام نمود. ضحاک خواهران جمشید شهرناز و ارنواز را به اسارت گرفته به قصر خیش برد و با کمک جادوگران آنها را به راه کجی و بدخویی کشاند. آشپز ضحاک هر شب دو مرد جوان را به زور و ستم به قصر می برد، سرشان را می برید و از مغز آنها خوراک ماران دوش ضحاک را آماده می ساخت و مردم از بیم کشته شدن خاموش بودند و جز خدا دادرسی نداشتند. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به ایوان شاه و زو ساختی راه درمان شاه. در آن میان دو آزاد مرد پاک دین، یکی ارمایل و دیگری گرمایل، چاره اندیشیدند. هنر آشپزی را نیکو آموختند. پس آنگاه به قصر شاه در آمدند. زمانی که فراهم کردن غذای مارها به آنان سپرده شد، از دو جوانی که برای کشتن می آوردند، یکی را در نهان رها می کردند و مخفیانه بیرون می بردند و او را به خارج شهر راهنمایی می کردند و به جای مغز او مغز سر گوسفندی را به مغز سر آن جوان دیگر می آمیختند و خورش مارها را فراهم می کردند. پس از سالها یک شب که ضحاک در ایوان شاهی با آرامش و ناز در کنار ارنواز خفته بود، خوابی دید. سه مرد جنگی ناگهان در برابرش پدید آمدند و به او حمله ور گشتند. دو تن از مردان بلند قامت و با فر کیانی بودند، ولی سومی خردسال بود، گرچه او نیز لباس نبرد به تن داشت. آنها با ضحاک
پیکار کردند و او را سرنگون ساختند. ولی آن که ضحاک را به خاک انداخت و با گرز گاو سر محکم به سرش کوبید، مبارز خردسال بود. آنگاه آنان ضحاک را به خاری و زاری بر زمین کشیدند و با خود تا کوه دماوند بردند. ضحاک با بانگ شیونی که صد ستون کاخ را لرزاند از خواب پرید. سلطان ماردوش بدون توجه به دلداری های ارنواز در پی موبدان خردمند فرستاد تا به قصر بیایند و خواب او را بشنوند و تعبیر آن را به وی بگویند. موبدان در قصر حاضر گشتند. ضحاک ماردوش خواب دهشتناک خود را برای آنها شرح داد، اما هیچ یک جرأت جواب دادن پیدا نکردند و برای تعبیر خواب 3 روز فرصت خواستند. روز چهارم ضحاک خشمگین برآشفت و بر سر مردان فریاد زد که یا سخن بگویید یا آماده مرگ شوید. موبدان سر به زیر افکندند و پاسخی ندادند. در میان آنها مردی بود که از دیگر موبدان خردمندتر، زیرکتر و بیباکتر بود. قدم پیش نهاد و گفت: ای پادشاه، بدان که هر کس از مادر زاده شد دیر یا زود خواهد مرد، تو نیز خواهی مرد. از غرور و خودپسندی دست بردار و مردم را از این حد بیش میازار. پیش از تو جهانداران بسیار بودند و بعد از تو پادشاهان بسیار خواهند آمد. بدان که روز عمرت به شبانگاه رسیده است و کسی خواهد آمد و بر جای تو خواهد نشست و تاج و تختت را سرنگون خواهد کرد و با گرز گاف سر بر سرت خواهد کوبید. نام او فریدون است و هنوز از مادر زاده نشده. ضحاک از ترس و وحشت از هوش رفت و از تخت به زیر افتاد. موبدی که خوابش را تعبیر کرده بود از بیم شاه گریخت. وقتی پزشکان ضحاک را به هوش آوردند، فرمان داد که در سراسر جهان به دنبال فریدون بشتابند و به ویژه خواست بداند که او از چه کسی زاده شده. به او خبر دادند که فریدون از نژاد جمشید کیان، شاه دیرین ایران است. ضحاک فرمان داد تمام مردانی را که از بازماندگان جمشید کیان در گوشه و کنار ایران مانده بودند دستگیر کرده و به نزد او آورند. در این سالها بود که فریدون از مادر زاده شد. او پسر آبتین بود و هنگام زاده شدن بسیار زیبا و باشکوه بود. آبتین پدر فریدون که مدتها از دست مأموران ضحاک فراری بود، در کوه و دشت به سر می برد و به قلب کوها و غارها می گریخت. ولی یک روز که پنهانی برای دیدن خانوادهش به خانمان خود آمد، به دست مأموران ضحاک اسیر شد و او را به بارگاه ضحاک بردند. ماردوش خشمگین پس از آن که با خنده خوفناک به صورت آبتین سیلی زد، فرمان داد خونش را بریختند و مغزش را خوراک مارهای دوشش ساختند. فرانک مادر فریدون پس از شنیدن آنچه بر سر شوهرش آورده بودند، نوزاد خود را برداشت و به مرغزاری دور دست برد. نوزاد از گرسنگی گریه می کرد و مادر نیز شیر نداشت. در این هنگام گاوی پرمایه و بسیار زیبا پیش آمد و جلوی کودک با تعظیم به خاک افتاد و کودک را شیر داد. پس از مدتی نگهبان مرغزار نیز که مردی پاک دل بود پیش آمد و با آنان مهربانی کرد و فرانک نوزاد خود را به آن پاک مرد و گاو پرمایه سپرد و سفارش ها کرد و خود به خانه برگشت. فرانک بدو داد فرزند را، بگفتش بدو گفتنی پند را. نگهبان مرغزار مدت 3 سال از فریدون پدروار نگهداری کرد. سواران ضحاک همه روزه در جستجوی فریدون بودند و برای پیدا کردنش به هر گوشه‌ای سر می‌کشیدند. مادر فریدون روزی شتابان و ترسان پیش نگهبان مرغزار رفت، گفت: اندیشه‌ای در دلم افتاده که به زودی سواران ضحاک به اینجا خواهند رسید. کودکم را بده به جای دیگر ببرم. او
کودک خود را برداشت و با هزاران رنج و مشقت و گرسنگی و درد با پای پیاده به کوههای البرز برد و در دل غاری به مرد پیر پارسایی برخورد که روز و شب به نیایش می پرداخت. از او درخواست کرد که فریدون را پرستار و نگهبان باشد. پیرمرد نیز با شادی پذیرفت که از فریدون نگهداری کند. فرانک باز هرچه سریع‌تر به خانه و خانمان خود بازگشت. ضحاک ماردوش خبردار شد که فریدون به راستی وجود دارد و مخفی است. خود در رأس لشکری سخت به مرغزار رفت و پس از جستجوی بسیار نگهبان مهربان و گاو پرمایه شیر دهنده فریدون را بکشت و حتی زمینی را که به گاو سبزی داده بود ویران ساخت. خبر شد به ضحاک یک روزگار از آن بیشه و گاو و آن مرغزار. بیامد پر از کین چون پیل مست مر آن گاو پرمایه را کرد پست. ضحاک با لشکریان خود به زادگاه فریدون آمد ولی چون کودک را نیافت همه خان و مان فریدون را به آتش کشید و نابود ساخت و تنها تنی چند از زنان از جمله فرانک توانستند فرار کنند. فریدون چون به 16 سالگی رسید یک روز برخاست و کمر پیکار بست. به پیرمرد دانا که به او دانش و خرد و راه و رسم بسیاری آموخته بود بدرود گفت. از کوه البرز به زیر آمد و برای پیدا کردن مادرش به راه افتاد. پس از مدتی تلاش سرانجام مادر خود را یافت که با شادی و ترس او را در آغوش گرفت. مادر به فریدون گفت: پدر تو آبتین دلیر مردی دانا و بیازار بود، اسیر ضحاک شد و به قتل رسید و مغزش خوراک دمار کتف ضحاک گشت. من تو را پنهانی به مرغزاری نزد نگهبان مهربانی بردم که در آنجا گاو پرنقش و نگاری تو را شیر داد، اما ضحاک ماردوش در جستجوی تو همه را نابود کرد. هنوز سخنان مادر به پایان نرسیده بود که فریدون با خشم خواست به پا خیزد و به نبرد ضحاک برود، اما مادر او را پند داد که دوراندیش و خویشتن‌دار باشد و خود را برای روز و وضعیت مناسب آماده سازد. در همین سالها ضحاک نیز روز و شب با خشم و وحشت و درونی دهشتناکتر نام رقیب ناپیدا به لبانش می آمد و شب و روز آسایش نداشت. ضحاک روزی همه موبدان و سران کشور را به درگاه خواند. چون همه گرد آمدند گفت: میخواهم از مردم و دیو و پری لشکری گران آماده سازم. شما نیز باید گواهی دهید و سندی امضا کنید که من جز راه نیکان نرفتم و جز کردار دادگران نداشتم و هرگز سخن جز به راستی نگفتم. حاضران از ترسان بیدادگر با ضحاک همداستان شدند و گواهی نوشتند. در همون لحظه بیرون یکی از درهای بارگاه صدای خروش مردی بلند شد که از ظلمها و بیدادها شکایت داشت. ضحاک فرمان داد مرد را به پیشگاه او آوردند و از او پرسید: تو کیستی؟ چه کسی به تو ظلم و بیداد کرده؟ آن مرد پیش آمد با مشت بر سر خود کوفت و گفت: از تو رنج و ستمها دیدم، اگر تو دادگستری باید در ترازوی داد تو خیانت نباشد. اگر به من رحم نمی کنی به فرزند من رحم کن. فرزند عزیزترین پیوند آدمی است. من 18 پسر داشتم که همه آنها به دست مأموران خونخوار تو گرفتار شدند و مغز سرشان خوراک مارهای پلید دوش تو شد. تنها یک فرزند برایم مانده که او را هم امروز
برای خوراک مارهای کثیف تو بردند. نام این آهنگر شجاع کاوه. ضحاک ماردوش که از سخنان کاوه آهنگر در حضور تمام سران و موبدان به حیرت و ترس افتاده بود، دستور داد فرزند او را از سیاه چال نگهداری جوانان برای تغذیه ماران بیرون آوردند و به کاوه آهنگر بازگرداندند. بدو باز دادند فرزند او، به خوبی بجستند پیوند او. بفرمود پس کاوه را پادشاه، که باشد بران محضر اندر گواه. ضحاک در ازای آزادی فرزند از او خواست بر سند گواهی نیکوکاری و دادگستری او صحه گذارد. کاوه با دقت سند را خواند، آنگاه با خشم سر از آن برگرداند، نگاهی به اطرافیان مجیزگوی ضحاک انداخت و بعد فریاد زد: شما که از مهر خداوندی سرباز زده اید و به دروغهای این نامرد گردن نهاده اید، همه دوزخی هستید. من از این مرد نمی ترسم و به این سند گواهی نمی دهم. آنگاه با خشم از جا جست، نامه را پاره پاره کرد و به زمین افکند و بران لگد کرد. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. گران مای فرزند او پیش اوی، ز ایوان برون شد خروشان بکور. ناگهان در تالار قصر ضحاک آشوب برپا گشت. بسیاری از اطرافیان ماردوش سعی کردند او را دلداری دهند، اما ضحاک که هنوز گیج بود سر تکان داد و زیر لب گفت: وقتی این آهنگر از در تالار وارد شد، احساس کردم فریدون آمده. و اما کاوه و فرزند در خارج قصر ضحاک در میان مردم خروشان از بیدادها و رنج و عذابهایی که این همه سالیان از دست ضحاک بر مردم ایران زمین آمده بود فریاد زد و داستانها از این ظلمها برشمرد و ستم دیدگان را برانگیخت. به زودی هزار هزار مردم ستم دیده گرد او آمدند و با او همراه و هم فریاد شدند. کاوه پیشبند چرمی آهنگری را از بدن خود گشود و بر سر نیزه نهاد. کاوه و فرزند در پیش و مردم زجر دیده به دنبال آنها به جستجوی فریدون رفتند. مردم در میان راه گوهرهای رنگارنگ به پیشبند چرمی کاوه می دوختند که آن پرچم درفش کاویانی نام گرفت. فریدون با دیدن لشکری بزرگ از مردم شگفت زده شد و دانست که روز موعود فرا رسیده. او نیز به مردم پیوست و از کاوه خواست برای او گرزی گاف سر درست کند. فریدون چو گیتی به آن گونه دید، جهان پیش ضحاک وارانه دید. سوی مادر آمد کمر در میان، به سر برنهاده کلاه چیان. فریدون کلاه پادشاهی به سر پیش مادر خود رفت، او را در آغوش گرفت و اراده خود را به او گفت و از او خواست همانجا بماند و تنها نیایش کند. فریدون با لشکر مردمی خود و گرز گاو سر در دست به سوی پایتخت ضحاک شتافت. آمد و آمد تا به نزدیک اروندرود و کرانهای پایتخت ضحاک رسید. فریدون از خروشندگی اروندرود نترسید و بر اسب تیز تک خود نشست و بر آب خروشان اروندرود راند. سپاهیانش نیز همگی چنین کردند و جملگی سالم به خوشی رسیدند و به طرف کاخ ضحاک شتافتند. کاخ را در میان گرفتند. نگهبانان کاخ ضحاک همگی گریختند. فریدون همه جادوگران و دیوان فرمانبردار ضحاک خون‌آشام را با گرز گرانش کوفت و زنان زندانی شده از جمله دو خواهر جمشید شاه، شهرناز و ارنواز را آزاد نمود و اجازه داد آنها تنهای آلوده خود را شستشو کردند. در اون زمان ضحاک در کاخ نبود. وزیر فرومایه ضحاک جلوی فریدون آمد، به خاک افتاد و پادشاهی را به فریدون تبریک گفت. اما فریدون
او را از جلوی چشم خود دور ساخت. پس از این پیروزی فریدون بر تخت شاهی نشست و مردم پای کوبان جشن گرفتند. و اما وزیر فرومایه ضحاک از کاخ گریخت و خود را به شاه ماردوش فراری رساند و اخبار پایتخت را به او گفت. ضحاک همچو گرگ آشفته حال فریاد کشید و دشنام های زشت به وزیر خود داد و گفت: تو دیگر در خانمان من جایی نداری و چون سگ بی اعتباری. وزیر با خنده و تمسخر جواب داد: شما دیگر خانمان نداری، فریدون بر تخت تو نشسته و گرز گاو نشان در دست دارد. لشکریان ضحاک که سالها از ستم او به تنگ آمده بودند بر او شورش کردند و تصمیم گرفتند که به خدمت فریدون درآیند. ضحاک که در میان اطرافیان خود وامانده بود بر آن شد که تنها و مخفیانه به پایتخت برود و فریدون را بکشد و با حیله و نیرنگ خود را به درون قصر رساند و در سیاهی شب با کمان وارد خوابگاه فریدون گشت. فریدون در کنار شهرناز زیبا در خواب، ضحاک تشنه خون با دشنه آبگون بالای سر او رفت. اما فریدون در آخرین لحظه از خواب بیدار شد و با گرز گاو نشان که همیشه در کنار خود داشت ماردوش متجاوز را به زمین افکند و برای کشتنش بالای سر او ایستاد. اما ندایی از غیب به او پیغام داد که ضحاک نباید امشب به این زودی کشته شود و سرنوشت سخت‌تر و خوفناک‌تری در انتظار تازی ماردوش پیر است. روز بعد خبر دستگیری ضحاک به گوش مردم رسید و مردم فریدون را ستودند. لشکریان ضحاک ماردوش را به خاری به کوه دماوند بردند و در غاری که انتهایش پیدا نبود با میخ‌های بزرگ سخت در بند کردند تا بمیرد. بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.